با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی می‌کنین. خب دوستان، این ویدیو رو با بمب اتم آقای رئیسی در نیویورک شروع می‌کنیم. بعد از اینکه آقای رئیسی به آمریکا رسید و کلی هم خبرنگارا و مقامات تحویلش گرفتن، رئیس جمهور قبل از هر چیزی با بولدوزر از روی قمپوزیسیون تجزیه طلب رد شد و در نشست خبری به صراحت تمام اعلام کرد که توجه نکردن مردم به فراخوان تجمعات از سوی معاندین در روز 25 شهریور شکست دیگری برای توطئه‌گران علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران بود. رئیس جمهور در ادامه هم تاکید کرد بعضی از اصناف و اقشار اعتراضاتی نسبت به حقوق و صنفشان دارند که همواره در همه کشورها هست، اما اجازه نمی‌دهیم کسانی بخوان امنیت جامعه و مردم را به هم بزنند و مختل کنند و صد البته بین اعتراضات و اختشاشات فرق می‌گذاریم. این قسمت از صحبت‌های رئیسی اما یه عده رو تا سرحد انفجار رسون. در ادامه بهشون می‌پردازیم. اولین تیکه از صحبت‌های رئیس جمهور رو در مقابل خبرنگاران آمریکایی با همدیگه ببینیم و بشنویم که جواب رئیسی چیزی کمتر از بمب اتم نداشت. در سال گذشته میلادی بیش از 1000 نفر توسط پلیس آمریکا از مردم طبق آمارها و گزارشات رسمی به قتل رسیدن. چرا رسانه های امریکا پیگیری نکردند که اینها چرا به دست پلیس کشته شدند؟ خانومی که چند روز پیش در یکی از فروشگاه ها فقط به عنوانی که مورد شک قرار گرفت و مشکوک شد به سرقت، به دست 3 نفر از افراد پلیس به قتل رسید. چرا سوال نکردید که موضوع اتهام این خانم چه بوده؟ و رنگین پوست هایی که سالها اینجا مورد تعرض قرار می گیرن، چرا سوال نمیشه که اینها چرا مورد تعرض قرار نمی گیرن؟ آیا مسئله طرفداری از زن هست؟ در فرانسه امروز به خاطر داشتن حجاب دختران مدرسه از تحصیل باز می مانند. حق مسلم اونها، چرا سوال نمی کنید که فرانسه به چه حقی اونها را از فقط به خاطر اینکه محجب هستن از تحصیل باز می داره؟ هسته‌ای، کشورهای امروز صاحب قدرت هسته‌ای هستن، چرا تعرض به اونها کسی نمی کنه؟ چرا سوال نمی کنه کلاهک‌های هسته‌ای که امروز در اسرائیل داره نگهداری میشه و قدرت هسته‌ای که او داره، چرا ازش سوال نمیشه چرا قدرت هسته‌ای دارید؟ حقوق بشر به چه میزان حقوق انسان‌ها داره ضایع میشه؟ 20 سال حضور امریکا در افغانستان، شما شاهدید بیش از 170 هزار نفر کشته شدند، بیش از 35 هزار کودک معلول شدند، خانه‌ها ویران شد. چرا سوال نمی‌کنید که چرا امریکا در افغانستان 20 سال حضور داشت و میلیاردها دلار هزینه کرد از پول مردم امریکا و از مالیات های مردم امریکا؟ سوال بکنید که چرا امریکا اینقدر هزینه که در اونجا بر مردم امریکا بار کرد و اینقدر کشتار که انجام شد؟ آیا موضوع حقوق بشره؟ من میخوام در یک کلمه به شما میگم موضوع زن، حجاب، هسته‌ای، حقوق بشر بهانه است. البته این تراشخال و باقی رسانه‌های مزدور درپیتی هم از صحبت‌های آقای رئیسی در امان نموندن، ولی انصافاً اگر گوش شنوایی در کار باشه، رئیسی خیلی هم توصیه‌های خوبی به این رسانه‌ها داشته و گفته حقایق ایران رو بازگو کنین. فقط همین مگه کار رسانه همین نیست؟ رئیس جمهور در نشست خبری با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی گفت اساس کار رسانه‌هایی که تحت نظر نظام سلطه اداره می‌شوند بیان حقایق و آگاهی بخشی به مردم و جامعه نیست و صرفاً خواستهای قدرتمندان و سلطه‌گران را منعکس می‌کنند. به شما رسانه‌ها تاکید می‌کنم حقایق جمهوری اسلامی را بشناسید و به جوامع منتقل دهید. در اختشاشات سال گذشته ظرف 48 روز 36 هزار دروغ در رسانه‌های علیه جمهوری اسلامی ایران تولید شد. برسد به دست آماریون عزیز، منظورم همونایی است که چپ و راست نمیدونم از کدوم منبع آمار رو میکنن. اوه اوه دوستان، حالا یه ویدیو به دستمون رسیده. چه ویدیویی، یعنی هیچ جوره نمیتونم اینو توصیف کنم. خودتون ببینین، این شما و اینم در بدری مزدور خبرنگار اینتر آشغال در نیویورک و دست رد تیم همراه رئیسی به این رسانه.
چرا پاسخ خبرنگاران رو نمیدید؟ چرا پاسخ خبرنگاران رو نمیدید؟ عذر میخوام، میتونم ازتون بپرسم تیم آقای رئیسی که اومدن با آمریکا چند نفر هستن؟ آیا میتونی به من بگی تعداد همراهان آقای رئیسی چند نفر هست در این سفر به نیویورک؟ میشه لطفاً بگید حداقل چند روز قرار است این تیم اینجا بمانند در آمریکا؟ بخیر، من خبرنگار ایران اینترنشنال هستم، میتونم ازتون بپرسم همراهان گروه رئیسی چند نفر هستن؟ میشه لطفاً بگید همراهانتون چند نفر هستن؟ سوال خیلی ساده دارم از شما، سوال ساده دارم، شما نمیتونید جلوی خبرنگار بگیرید؟ اینجا اجازه ندارید شما؟ اینجا آمریکاست استفاده میکنید که جلوی ما که موضوع چرا اساساً اینجا آمریکاست باید مزاحم شما نمیشیم؟ سازمان ملل متحده و ما هم اینجا گرفتی به عنوان آمریکا سازمان. شما میتونید به من بگید تیم آقای رئیسی چند نفرن الان اومدن؟ چند تا سوال ساده رو چطور نمیتونید شما پاسخ بدید؟ هر جا مردم ما پختن و گول تو و امثال تو رو میخورن. فقط اونجا که گفت برو پسر جان دکونتو جای دیگه باز کن، یعنی من جای خبرنگار اینتراشغال بودم معف می شدم. پاسخ بارانی از حق بود واقعا. حتما نظرتون رو در مورد این اقدام جالب و هماهنگ تیم همراه آقای رئیسی در بایکوت اینترنشنال برامون کامنت کنین. احتمالا روزهای آینده هم از این شاهکارها خواهیم داشت. خب تا بحث این رسانه‌های مزدور هست اینم ببینیم که به نظر میرسه مجری من و تو بعد از سرخوردگی و فشار کلن رها کرده، وا داده بدبخت. تازگی به این نتیجه رسیدیم که ما بریم خودمون رو تحویل بدیم. این نیرویی که تو خیابون هستش بریم بگیم اومدی چیکار تو خیابون، اومدی منو بگیری، منو مخالف معترض رو بگیری، بیا برده ببر، من تحویل شما، من فلانی هستم، شماره ملی خدمتی که این و شبکه من و تو داره میکنه برای شروع قابل تقدیره. چقدر شما تباه و بدبختین واقعا. حالا یه توییت هم از یکی از کاربران براتون بخونم و پرونده این موضوع رو کلن ببندیم. دوستی نوشته مسیح علی نژاد گفت آمریکا باید تحریم‌های بیشتری علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. جمهوری اسلامی پول‌هایمان از ژاپن آزاد شد. مسیح علی نژاد جامعه جهانی باید فشارهاشون رو روز به روز علیه ایران بیشتر کنند. جمهوری اسلامی پول‌هایمان از کره آزاد شد. مسیح علی نژاد آمریکا باید تحریم‌های فلج کننده رو بر ایران تحمیل کنه. جمهوری اسلامی پول‌هایمان از عراق آزاد شد. مسیح زیاد حرف بزنه آمریکا اونم آزاد می‌کنه میفرسته واسمون، کما اینکه همین اتفاق هم داره میفته. بگذریم بریم حالا سراغ دلقکان بین‌المللی. رئیس جمهور پیشین آمریکا منظورم دونالد ترامپ هست با انتقاد از توافق تهران و واشنگتن در خصوص آزادی زندانی‌ها بایدن رو ابله خواند. ترامپ دیشب در شبکه اجتماعیش نوشته که من 58 گروگان را از کشورهای مختلف از جمله کره شمالی بازگرداندم و هیچگاه برایشان هزینه نکردم. تمامی آنها فهمیدند که باید اجازه بدهند این افراد به وطنشان بازگردند. در اواخر دوره کار به جایی کشید که کشورها حتی گفتگو در خصوص پول را آغاز نمی‌کردند، چرا که می‌دانستند آن را دریافت نمی‌کنند. اگر یک بار هزینه بدهید یعنی همیشه هزینه را خواهید داد و افراد بسیار بیشتری به گروگان گرفته خواهند شد. و ادامه داد رهبر به شدت بیکفایت ما برای 5 نفر 6 میلیارد دلار پرداخته، ایران برای آزادی 5 نفر 0 دلار پرداخت کرد. بایدن بسیار ابله است، هر فرق جواب نداره دیگه دوستان. لازم به ذکر بایدن ضمن تایید آزادی زندانی های آمریکا در ایران از تحریم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم خبر داد. آقا به محمودی چی کار داریم واقعا؟ ای بابا. به هر حال بایدن آزادی 5 زندانی آمریکایی از ایران رو یک دستاورد برای دولت این کشور عنوان و از دولت‌های قطر، عمان، سوئیس و کره جنوبی برای کمک به آزادی زندانیان آمریکایی بازداشت شده در ایران تقدیر کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت میخوام به طور ویژه از شیخ تمیم بن احمد امیر قطر و هیثم بن طارق سلطان عمان که به انجام این توافق بعد از ماه‌ها تلاش سخت دیپلماتیک کمک کردند تشکر کنم. منم همینطور جو، منم همینطور. و اما در
انتهای این ویدیو بریم سراغ خبر خوب امیر دریادار ایرانی که صبح امروز گفت عمق راهبردی نیروی دریایی ارتش افزایش یافته است. فرمانده نیروی دریایی ارتش در همایش دفاع مقدس و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منطقه غرب آسیا در سازمان صنایع دفاع گفت بازدارندگی، ایجاد امتدادهای عمقی، بهره‌مندی از نیروی دریایی برجسته، ارتقای قدرت دریایی، افزایش عمق راهبردی، تسلط دریایی، حضور راهبردی و الهام بخش و الگوسازی از جمله راهبردهای نیروی دریایی ارتش است. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فراموشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو حتما واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.